عمادم به کانال یوتیوب من خوش اومدین. امروز اومدیم توییت های فارسی رو با هم دیگه بررسی کنیم، خفن ترین کامنت هایی که گذاشتین تو این چند هفته اخیر رو دنبال کنیم، ببینیم چه اتفاقایی تو توییت افتاده. خب بچه ها سابسکرایب، کامنت انگلیسی فراموش نشه، کامنت بذارین حتما برای من و نظری دارین به من بگین. خب بدون معطلی میریم کامنت ها رو نگاه کنیم، توییت ها هم بررسی کنیم. بریم توییت اول، فقط یه ایرونی میدونه. خب ببینیم چی هست. اولین کامنت، آها این فکر کنم بیشتر تو خونه قدیمی ها بود، این شیر آب هست، سرد و گرمی جا به جا بود، مثلا میرفتی مهمونی چیزی بعد میرفتی کارات که تموم شده اینا، میامد یه دفعه سرد رو باز میکرد، یه دفعه داغه که سوختن اونجا بود که این داستان خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. این باحال بود کلا، راست میگه، سرد و گرم اتفاق همیشه ایرانی ها فکر کنم فقط بدونن. بریم کامنت بعدی. کامنت بعدی، با فوت همه چی تمیز میشه. دقیقاً این تا همین الان هم همچی اتفاقی داره میفته، یعنی هر چیزی از دستت بیفته، من خودم تو رفیقامون هم میریم بیرون همین جوریه، میفته زمین فوتش میکنه میخورتش قشنگ. بریم کامنت بعدی که واسه ایرونی ها همه چی دور، میخوام ببینیم گونی برنج تو پارک چی توشه. این سوالیه که همه میپرسن، استفاده زیادی از گونی برنج تو ایران میشه، توش قلیون میذارن، وسیله کار میذارن دیگه، به عنوان باکسی چیزی که بخوام وسیله جا به جا بکنم میذارن. خب راست میگه، گونی برنجی فقط ما داریم ازش اینجوری استفاده میکنیم. کامنت بعدی، فقط یه ایرونی میدونه چه دردی داره. او کیسه همون، وای 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 وای، خدایش خیلی درد داره، خیلی. من بچگی ها واقعا زجر میکشم، یکی از دلایلی که شاید با زور میبردنم همون همین بود. توییت بعدی رو ببینیم که چیه، کامنت چی گذاشتم بچه ها. خب چک کنیم چی میتونه باشه. سمترین کلیپ 1400 تعلق میگیره به 1400، هنوز دو سال پیشه، ولی خب بریم ببینیم چیا بوده. اولیش به صورت عکس او حاجی است و حاجی دیگر زالیم، حاج آقا خیلی ترند شده بود یه مدت. کامنت بعدی رو ببینیم چیه. رضا عطاران، رضا عطاران با اختلاف چیزترین ویدیو قرنه. تموم شد، خیلی تاثیرگذار، واقعا عالی بود، خدایش خیلی خوب بود. هنوز که هنوز ما خودمون هم داریم استفاده میکنیم و با بچه ها میگیم، درسته؟ بچه ها اون پوشن اوکی. خب کامنت بعدی، این پیرزن بیادب است، بلند شد تخم سگ. این هم همین قشنگ همه چی داره تو خودمون استفاده میشه، تخم سگ. اوکی بریم واسه کامنت اینو من نمیگم ولی همه میدونن که باید بگید. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما یادتون نره که سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، اون زنگوله هم بزنیدش، به قول ادیتورم رو شغال باشه، و اینکه ممنون میشم، مرسی. بریم واسه توییت بعدی. بدون اینکه بگی نشون بده شوهر عمه و شوهر خاله داری. بریم کامنتاشو ببینیم چی گذاشتن. راست میگه، صندل با جوراب همه جا، هر جا که میرفتی این دوتا ترکیب رو باید میزدن میومدن، این طرف با کت شلوار پیران رسمی جوراب هم اوکی، اون صندل چی میگه او وسط من نمیدونم. خب لام از سب گرمته چی، خب چرا. باحال بود، قشنگ بود. بریم بعدیش، هر شب قبل خواب تو گروه فامیلی، روزگارتون خوش و خرم برقرار باشی. راست میگه، قشنگ تو همه گوشی ها، تو واتساپشون، تلگرامشون از این استیکرها هست. صبح بخیر که بلند میشی، شب بخیر، سلامت باشی، دوستت دارم، یه قلبی همینجوری میتابید باز خودش، اینا بود. و بعدی، یادت بچه بودی چرا رو دست من ریدی؟ خب این گفتن داره مثلا 20 خورده ای سال، چرا تو جمع باید بگی؟ اصلا لذت میبری این که بگی مثلا رو دستت چاشیدن یا ریدن؟ چرا؟ کامنت بعدی که واسش گذاشتن،
اگه این پیامو واسه 10 نفر نفرسی بدبخت میشی. فکر کنم یه اتفاقایی که داره واسم میفته بابت همه، چون هیچ کدومش من نفرستادم. خب یعنی چی آخه؟ رو چه حساب؟ البته این داستان از اون موقع که اس ام اس و این واتساپ و نیم باز و تلگرام اینو نبود، یادم داد بفرست. خب چه کاریه؟ بدبختی ها هممون بابت همین. من میدونم. بریم توییت بعدی بخونیم ببینیم چیه. نوشته دوستم دعا گرفت برای دوست پسرش که برگرده، بعد دعا نویسه ساعت و تاریخ گفت که فلان ساعت تکست میده، دقیقا همون ساعت پسر تکست داد بشه. کامنتاشو بخونیم ببینیم چی نوشتن. الان مود شده دختره میگه واسه دیت شناسنامه تو بیار ببینم یه وقت زن نداشته باشی، اما بهونه است میخواد اسم ننه تو بفهم. آره واسه دعا اینا اسم مادر میخوام. کامنت بعدی، مگه دعا نویس میدونه تکست یعنی چی؟ والا به قرآن پیشرفت کردم، من هنوز فارسی هم درست بلد نیستم. خب باید دیگه اونا هم بالاخره دارن زحمت میکشن، مگه مشکل داری؟ اونا هم دیگه باید بلد باشه دیگه، چجوری میخواد پول در بیاره بالاخره؟ همینه. بریم کامنت بعدی، دعا نویس هستم نمونه کارم. نمونه کارشه این، یعنی الان اینی که گذاشتی نمونه کارشه؟ خب بریم واسه توییت بعدی. خب عکس داره که به به چه هیکلی داره خدا بشه. دخترها بی پش یا با پش؟ پسرها کدومین؟ بچه ها شما خودتون هم کامنت بذارین که پسرها بگن کدومن، دخترها هم بگن با پش یا بی پش، که من ببینم چقدر هستین، تعدادها چجوری، یا آماری ما هم همینجوری در بیاریم. بریم کامنتاشو بخونیم. نیم پشم یعنی مثلا نیم ساق و نیم تنه و اینا، اصلا از یه جایی به بعد پش نداشته باشه، از یه جایی به بعد پش داشته باشه، اصلا اینطوری فکر کنم باشه. نیم پش دوست داره پسرم هست. بد شد. بریم بعدی. بعدی هم نوشته که من دختر پشمالو دوست دارم. نداریم؟ خب میگرد بچه ها دنبال این پشدارا میگردن، نه حالا میخوان چه استفاده ای بکنه، احتمال میخوان نرم باشه، مثلا وقتی میخوابه پیشش این سرش رو داره نرم باشه، سری به پوستش نخوره، یه جوریش میشه فکر کنم. بعدی چی نوشته؟ سفارش دایرکت. و بچه ها اینجا کسب و کارم رو انداختن، دارن سفارش میگیرم نیم پشم و پشم کامل بدون پشم. بریم جلوتر ببینیم چجوریه. بی پشم؟ نه پشمم قبوله. این دیگه بنده خدا خانومی هم هستن آخه، کلن دیگه کم آورده، یعنی با پشم و بدون پشم و همه چی پذیرا هست. زده بالا تفلک. بچه اگه میخوان که آیدیشو پیدا کنین حمله ای داشته باشین. نه نکنین کامنت نزنین، یعنی چی هر اتفاق میفته ای زرت کامنت فوش بالا میره بالا، نکنین کارا رو. و اگه کامنت نذارن تو چطوری ویدیو درست کنی؟ بذارید راست. بریم توییت بعدی رو ببینیم چیه. وقتی گربه میاری خونه نگهداری کنی، نمیشه گفت که شما یه حیوان خونگی داری، اونه که یه انسان خانه دار داره. واقعا راست میگه گربه ها لامه هست و وای این دیگه تمام ویدیو ها افتاده دیگه. خب بچه ها بریم کامنت اولشو بخونیم ببینیم چیه. کی کامنت زده؟ سارا هستم، دارم تو خونه گربه زندگی میکنم، خوشحالم که منو نگه میدارین. میو راست میگه قشنگ، وقتی گربه میاری اون به دستور میده. الان ویدیوهاش هم ترند شده توی صداگذاری، مازنیه هست صدا گذاشته گربه قشنگ داره دستور میده دیگه، چی کار کنی چی کار نکنی یه چیز زنی. ولی سگ هاپو قشنگ ناز با وفا، گربه همینجور تاک تاک میزنه. بریم کامنت بعدی، اگه اعتراضم کنی ساکتو میده دستت میدازد بیرون. خیلی پررون خیلی پررون، دقیقا این کارم ممکنه بکنم. حیف که یکم توانایی این که این کار دقیقا انجام بدن نه، ولی با رفتارشون ممکنه این کار بکنه بات. بریم کامنت بعدی، من هر گربه میبینم بهش سلام میکنم، بهش میگن سندروم هلوکیتی. سندروم هلوکیتی هلو کیتی گربه، اوکی
بریم بعدی زیاد حال نکردم باشم. منم صبح تا از با یه گربه سرکله میزنم، البته گربه صفت، اما این بند خدا احتمالا دوست به سرش بوده. گربه صفت سنگین شد، خیلی سنگین شد و تموم شد. همین بچه هاش تا اینجای ویدیو همراه ما بودین، سابسکرایب فراموش نشه، لایک، کامنت، اینا دیگه میدونین دیگه، من دیگه طولش نمیدم. تا یک ویدیوی دیگه، خدافظ.